دسیسه های گلبدین حکمتیار پشت اشرف غنی. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری چینل وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل ما را سابسکرایب نمایید. وردک: نیروهای دولتی از ساختمان ولسوالی بهسود عقب نشینی کرده اند. عبدالرحمن وردک نماینده مردم میدان وردک در مجلس میگوید که نیروهای دولتی صبح امروز چهارشنبه از ساختمان ولسوالی حس دوم بهسود میدان وردک عقب نشینی کرده اند. تلو نیوز می نویسد آقای وردک میگوید که نیروهای دولتی پس از یک ساعت مقاومت از ساختمان ولسوالی بیرون شدند و نیروهای وابسته به علیپور در آن جابجا شدند. نیروهای دولتی و یا نیروهای وزارت داخله که در آنجا بودند اکنون در محل نیستند و قماندان امنی ولایت در حصه اول بهسود است. فاطمه نظری عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز افزود یک تعداد نیروی اضافی در این ولسوالی رفته که امنیت این ولسوالی را برهم زد و علیه مردم گلوله باری کردند. در همین حال شماری از باشندگان بهسود که در درگیری میان نیروهای دولتی و افراد وابسته به عبدالغنی علیپور زخمی شدند میگویند که آنان وابسته به هیچ گروهی نیستند، اما چگونه شلیک به آنان باید روشن شود. عزیز یکی از این زخمیان گفت آوازه شد بود که میگفتند همین مردم از منطقه بروند، منطقه امن است، تشنج نشود و باید نیروهای دولتی اینجا نباشند. زکی زخمی دیگر این رویداد نیز اظهار داشت شاگرد حتل بودم، پیش حتل برآمده بودم، زخمی شدم و مرمی خوردم. شماری از قانونگذار میگوید که برخوردهای سیاسی و امتیازدهی حکومت و فرماندهان و زورمندان محلی سبب شده اند تا حاکمیت قانون زیر پرسش برود. بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان بیان داشت کسانی را که خودشان گرفتار کردند با مصارف گزاف دوباره خودشان آزاد کردند. امروز باید اول خود را دار بزنند بعد آنها را. وزارت امور داخله در این باره چیزی نمیگوید و تاکنون نتایج بررسی های هیئتی که از سوی حکومت برای بررسی چگونه درگیری در ولایت بهسود و کشته شدن و زخمی شدن در حدود 40 تن در این ولسوالی بهسود سفر کردن نیز همگانی نشده است. بشیر احمد قاسانی می نویسد گلبدین حکمتیار امروز در دیدار با میررحمان رحمانی از موقف گیری مجلس نمایندگان پشتیبانی کرده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. اوقات خوش داشته باشین. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.